بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. رمان در زندان اوین رخ میده. توی اون میگه، میگه ما یک جایی یک چیزی رو از دست دادیم، فره ایزدی ما از ما برداشته شده. یعنی کشوری که مثلا پیام کوروش خیلی روشنه، میگه که خداوند، از تازه جملش هم دعایی نیست که خداوندا، میگه خداوند ایرانیان را از سه چیز مسئول بدارد: دروغ، خشکسالی و جنگ. و این سه تا اومده شده همه چیز مملکت ما. مملکت ما شده پر دروغ. یک آدمی میخواد وزیر بشه، به دروغ میاد میگه من دکترم، اصلا با دروغ شروع کرده، با دروغ حقوق گرفته، تمام لقمه هایی رو که تو خونشه ما همش با دروغ رفته. با درود، امیدوارم که برنامه کوچه ایرانیان که تاریخ شفاهی مهاجرین ایرانی خارج از کشور است، به اندازه کافی به شما آگاهی بدهد تا با مسائل ما غربت گزیدگان بیشتر از قبل آشنا شوید. همانطور که اشاره کردم، برخلاف آنچه که تاکنون برای شما عرضه شده، لس آنجلس و دیگر شهرهای مهاجرنشین ایرانی مرکز عیش و نوش ایرانیان نیست، بلکه زندگی در غربت مسائل پیچیده خودش را دارد که اصولا شما در میهن ما دستی از دور بر آتش دارید. بگذاریم. ما میدانیم که طیف گسترده از فرهیختگان کشور ما را نویسندگان و شعرا تشکیل میدهند. اصولا آن دسته از نویسندگان که تولید فرهنگی میکنند نقش بسیار با اهمیتی در ساختار اجتماع ما دارند. نگاه کنید به تاثیرگذاری فردوسی و سعدی و حافظ. همینطور به جلو برویم تا به امروز شاملو و نادرپور و سیمین بهبهانی. در ضمن بد نیست پیشاپیش بدانید که در این برنامه که ملاحظه می‌کنید، شما در آینده با دیدگاه این نام‌آوران ما در ارتباط با امر مهاجرت نیز آشنا خواهید شد. از آنجایی که مهاجرت با رگ و ریشه ما و سلول‌های فکری و ذهنی ما و ساختار اندیشه ما رابطه مستقیم دارد، در نتیجه تجربه دیگران و تولیدات فرهنگی آنها برای ما بسیار آموزنده است. نگاه می‌کنیم به صادق هدایت که در ارتباط با اقامتش در فرنگ، منظورم از فرنگ البته اروپاست نه آمریکا، ببینید چگونه دیدش نسبت به وطن ما تغییر پیدا کرد. زمانی که صادق هدایت در پاریس خودکشی کرد، البته من در دبستان بودم و شانس زیادی برای آشنایی با او را نداشتم، ولی توانستم با دو نویسنده دیگر ما که مقیم اروپا بودند، بزرگ علوی و محمد علی جمالزاده، ارتباط برقرار کنم و پای صحبتشان بنشینم. سه مصاحبه بالا بلند با جمالزاده و شش مصاحبه با بزرگ علوی که مهمترینش در یک ملاقات 24 ساعت انجام شد، یعنی 24 ساعت با آقا بزرگ در منزل و باغ او که شمیران نام داشت در برلین شرقی که در سلطه حزب کمونیست بود. از آنجایی که این برنامه ویژه همیهنان داخل کشور تهیه می شود، به شما این نوید را می دهم که با این دو اسطوره ادبیات ایران زمین که اکثر عمر خودشان را در خارج از کشور گذراندند، به زودی آشنا خواهید شد. و اما از امروز می نشینیم پای صحبت دو نویسنده که یکی عضو کانون نویسندگان ایران بود و جان خود را نجات داد و تبعید گزید، و دیگری نویسنده و روزنامه‌نگار فعالی که پس از زندانی شدن ترک وطن کرده، یا به قول دکتر آجودانی از جهنم خمینی گریخته است. آقای دکتر کردوانی، من شاهد این بودم که بعد از کنفرانس برلین یک دو تنی در اینجا در برلین ماندن و به ایران باز نگشتن. همون موقع اسم شما دیدم و خیلی خیلی تاییدم کردم، خوشحالم شدم.
متوجه شدم که چه کار درستی کردید که با این حال و هوا به ایران باز نگشید. ولی واقعا شما به چه دلیل به این کشور مهاجرت کردید؟ من در حقیقت مهاجرت نکردم، مهاجرت شدم، خدمت عرض کردم. من برای یک ماه آمده بودم خارج، یعنی من در تمام این دوران از زمان انقلاب تا سال 2000 دوران مشکلی مثل سالهای 1360 سال 67 بعد قتلای زنجیره‌ای و کانون نویسندگان که خود من جز لیست این قتلا بودم رو در ایران موندم و در واقع با همه مشکلاتی که داشتم در نتیجه مطلقاً قصد مهاجرت نداشتم. منتها در این شرکت که در این کنفرانس برلین که شرکت کردم و اون به اصطلاح گروه بی‌هویتی که کارهایی که در کنفرانس کردند و بهانه به دست تمامیت خواهان ایران دادن، با توجه به وضعیت پرونده‌ای که در ایران داشتن به خصوص یک ماه قبل از شروع قتل زنجیره، یعنی به قتل رساندن زنده یادان فروهرها و بعد محمد مختاری و پوینده، ما 6 نفر از اعضای به اصطلاح اون دوران اداره کننده کانون نویسندگان ایران، من، جعفر پوینده، محمد مختاری، هوشنگ گلشیری، علی اشرف دربشیان و منصور کوشان، در دادگاه انقلاب به اصطلاح شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست آقای نعیری در واقع ما به اصطلاح بازجویی شدیم. یه پرونده بزرگی داشتیم که دو تا از بارم در همون جریان قتل زنجیره‌ای کشتن. دیگه شانس آوردم به یه معنای، بخت با من رو بود که تو اون جریان نرفتم. بعد از ماجرای برلین در حقیقت بس فکر کردم که مقدار تحمل بکنم ببینم اوضاع چی میشه. با توجه به اینکه کارهای تحقیقاتی هم داشتم گفتم این کارهای تحقیقاتی رو میکنم. در نتیجه یک اقامت بسیار ناخواسته است. اما من بعد از اینکه به این نتیجه رسیدم که باید بیشتر در خارج بمونم فعلا، پیش خودم نشستم دو تا چاهلا کردم، فکر کردم، دیدم تنها راه ادامه زندگیم در خارج این است که این سرنوشت تحمیلیمون رو به انتخاب تبدیل بکنم، بگم خودم انتخاب کردم، این سرنوشت تحمیلی من نبوده. و من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که هموطنان ما در خارج کشور دارن در واقع تفاوت میان این دو مقوله است. یعنی درست تحمیل شده، ولی بگیریم که ما انتخاب کردیم و بپذیریم موقعیتمون رو. پس خود تبعیدی رو باید قبول کرد. ببینید، اصولاً بپذیریم که خودمون انتخاب کردیم، در نتیجه از جنبه‌های مثبتی که در اینجا هست استفاده بکنیم در حوزه‌های متفاوت، در حوزه فرهنگ، سینما، تئاتر، تجارت، بازرگانی، فناوری، تو هر چی که هست. ما به طور عمده، ما ایرانی‌ها در کشورهای اروپایی که هستیم یا غربی به معنای وسیع کلمه که هستیم، در مرکز بزرگترین شهرها و بزرگترین در واقع دستاورده بشری نشستیم. میراث جهانی بشری رو ما داریم استفاده میکنیم. در نتیجه در این حالی که همه ذهن آدمی مثل من همیشه به سمت ایرانه و فکر ذکری به جز ایران ندارم، فکر میکنم از به جای عجز و به اصطلاح به جای لابه کردن، به جای در واقع بد و بیراه گفتن به خود و به دیگران، در واقع سعی میکنم از این موقعیتی که دارم برای کارهای اجتماعی، برای کارهای فرهنگی، برای کارهای علمی استفاده بکنم. من فکر میکنم اگر کاری هم به درد وطن و میهن و به درد میخوره، این راهه. آقای کردم، پس چه عاملی بعد به نظر شما به وجود بیاد که شما به کشورتون باز کردید؟ من آخه این فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه. نظیر برای من، برای شخصا حداقل امکاناتی که زندگی، یعنی حداقل که آقا من از فرودگاه که میرم من نبرم زندگی، آخه من برم که اونجا برم زندگی برم چی برم، حداقل امنیت، نه خواسته اقتصادی از این حکومت دارم، نه خواسته شغل از این حکومت دارم، حداقل اینکه آقا بتونم تو خیابون درست مثل آدم را برم، کسی برای کار نرشو که تو خونم بشونم کار تحقیقی رو بکنم، دو جب که بخواب برم درس بدم، برم در سامان بدم. باسپاس فرامان، خواهش میکنم. در اینجا توجه شما را به گپ خیلی خودمانی که حالت درد دل نیز دارد جلب میکنم. گپی با عباس معروفی که سالها پیش از ایران گریخت
و با مشقت فراوان در برلن کتابخانه هدایت را دایر کرده است. آقای اکبر گنجی برای مثال که بیش از یک سال ایشون به خارج آمده، با اون حال و هوایی که ایشون داشت، با اون شرایطی که در زندان داشت و من به عنوان روزنامه‌نگار مرتب منعکس میکردم و جهان منعکس میکرد، امید این میرفت موقعی که آقای گنجی به خارج بیاد بتونه با این قشر وسیع مهاجرین یک رفتاری داشته باشه، یک حرکتی رو آغاز بکنه که شاید تا اون روز به دلایلی اون پیچ و مهرها وجود نداشت یا اون انرژی یا اون موشک وجود نداشت. به این جهت دارم عرض میکنم که این امید میرفت، من با افرادی که صحبت میکردم این رو حس میکردم که حالا یک چنین فردی که در مقابل رژیم ایستاده با اون سابقه که داره، با اون کتاب هایی که نوشته، پس در خارج از کشور هم میتونه یک موتور قوی باشه. میبینم از ایشون هم خبر نیست، در این مورد چی میفرمایید؟ ببینید، اکبر گنجی سمبل شجاعت و مقاومت بود. خب یک دانشی هم داشت تو زمینه جامعه شناسی و مسائل خوبی رو هم طرح موضوع میکرد توی جامعه و بعد خب 6 سال زندانی کشید، در واقع جامعه رو با خودش، اون قشر روشنفکر جامعه رو با خودش متحد و همدل کرد. بعد اومد خارج. خارج یا تبعید، یا وقتی آدم میاد بیرون مهاجرت میکنه، هویت اصلیش رو میشه، آدم انگار برهنه میشه، لخت میشه. اکبر گنجی هم برهنه شد، مثل اون آقایی که مثلا فرض کن 20 ساله تاکسی میرونه. خب من تاکسی روندن خیلی کار قشنگیه، کار خوبیه، من تحسینشون میکنم، دوستشون دارم. و مثال بزنم، من اصلا تایپیست مثلا دفتر مجله ام یا تایپیست هایی که توی شهر کار میکنن توی کتاب فروشی ها، من یه احترام عجیب براشون قائلم، برای اینکه کار زحمت، پر زحمتی رو تقبل میکنم. به کسی که تاکسی میرونه، اصلا بسیاری از اینا به خاطر ساعت ها پشت تاکسی نشستن اندامشون دفرمه میشه، خستگی، یعنی افسرده میشن، خسته میشن و اصلا فرسوده میکنه آدمو. من بحثم اصلا کسی اشتباه نکنه، من بحثم این نیست، ولی یک چیزی هست، یک چیزی خیلی مهمه. اگر یک نفر 18 سال 20 سال 24 سال تاکسی میرونه و میگه من اصلا راننده تاکسی نیستم، من یک رهبر سیاسی ام، این دروغ میگه. این اصلا از اولش راننده تاکسی بوده، اشتباهی دوتا کار سیاسی هم کرده. یعنی من این رو روشن بکنم، تفکیک بکنم. در مورد مثلا اکبر گنجی، من خب چهره های دیگه ای هم میبینم، مثلا یک کاریکاتوریست خوب ما مثل نیکوهنگ کوسر، توی ایران فعال بوده، کار کرده، زندان رفته، همه این بلاها هم سرش اومده، حالا زمانش مهم نیست، یعنی این پروسه رو طی کرده. حالا هم که هنوز اومده، یعنی اومده تو خارج از کشور، تو کانادا داره زندگی میکنه، کار میکنه، هنوز زنده است، تپش داره، جوانه میزنه، رابطه میگیره. ولی من متاسفم که مثلا دوستم اکبر گنجی این انرژی و این پتانسیل و این قدرت رو آورد اینجا سوزوند. میدونید آدم گاهی اوقات نگاه میکنه به یک چیزی تو آسمون، میگه این ستاره است، نگاه کن ستاره داره راه میره، بعد یه دفعه نگاه میکنه میره یه جایی، بعد مثل شهاب میسوزه میره، این ستاره نبود، شهاب بود. میدونی اینجا آدم دچار تأسف میشه و فقط میگه حیف، حیف اون همه انرژی، حیف اون همه قدرتی که وجود داشت. من فکر کنم مثلا یکی از مسائلی که گریبان اکبر گنجی رو گرفت این بود که دلش میخواست با بزرگان جهان عکس بگیره که گرفت. مثلا مسئلهش بود که با هابرماس و مثلا پول برمن مثلا عکس بگیره، خب گرفت. بعدش چی شد؟ من فکر میکنم اکبر گنجی اول باید ماها رو میدید، نویسنده های کشورش رو میدید، باید میرفت پیش خانم مثلا مهشید امیرشاهی، میرفت پیش یدالله رویایی، میومد پیش من، میرفت پیش نویسنده ها، شاعرها، چهره های سیاسی ما، با اینا رابطه میگرفت، شروع میکرد و این همدلی رو گرم نگه میداشت. میدونیم مثل تصویری که ازش برای من هست اینه که یه هواپیمایی بود رو آسمون، همینجوری واسه خودش چرخید تا بنزینش تموم شد و جا افتاد. از این چهره ها کم نداشتن. درسته، ولی خب این مهره ها سوخته میشن. حیف نیست؟ فکر نمی کنید که این مهاجرتی که در تاریخ ما رخ داده، یعنی پس از دوره
مشروطیت که یه قشری مجبور شدن مهاجرت بکنن، این مهاجرت بزرگ ایرانیان برای اولین بار داره رخ میده پس از 100 سال. قشر بسیار وسیع، من قبول ندارم 5-6 میلیون، ولی 3 تا 4 میلیون رو قبول دارم. و اگر دل قشری که مهاجرت کرده و فعال هست، که خود شما، خود منم به عنوان کوچکترینش در خارج از کشور هستیم، اگر دل ما خوش نباشه به اون چهرهایی مثل گنجی که از ایران میاد و اونها نتونن اینجا بشکفن، من نمیدونم دیگه در انتظار چه چیزی میبایستی باشه. ببینید، من یه تفاوتی هم قائلم بین مهاجرت و تبعید. یعنی مهاجرت همیشه رو به خورشید داره، یعنی آدم فکرشو کرده، تصمیمشو گرفته و شروع کرده به حرکت کردن. حتی در یک چیزی که در تاریخ مثلا ما هست، مثلا میگه حضرت محمد توی مکه بود و بعد مهاجرت کرد، هجرت کرد، و اصلا سالی که الان میگیم سال شمسی یا قمری بر مبنای اون روز هجرت هستش. پس هجرت باید خودش باعث بعثت، انگیزش، شکوفایی، درخشش و رو به رشد داشته باشه. خب تبعید همیشه یک کم متفاوت بوده. تبعید همیشه در واقع به نوعی فرار بوده، فرار از ترس جان، حالا به هر دلیلی آدم گریخته. من خودم دارم نگاه میکنم، برای اینکه بتونم از ایران خارج بشم 24 ساعت وقت داشتم. یعنی من با گذشتم یک بار قطع شدم، من فرصت نکردم دست نویسامو جمع کنم، من فرصت نکردم چیزی از وسایلی که سالها کار کردم پول کنم و مثلا تبدیلش کنم بخ بذارم تو جیبم. من وقتی وارد آلمان شدم 40 مارک پول داشتم، یعنی دقیقا الان 40 دلار امروز ما. من با یه همچین چیزی وارد آلمان شدم، یکم هم فرق داره این چیزا. با خودتون رو خود تبعیدی نمینامید؟ نه، من خود تبعیدی نیستم، من که فرار ناچار شدم، فرار کردم. یه وقتی از آدم میگه که من میرم برای اینکه تشخیص میدم اینجوری بهتره و اسم تبعید رو میذارم، ولی من همین الان حکم زندان دارم. یعنی بعد از 12 سال وکیل من خانم عبادی بارها رفته پی پرونده منو گرفته و میگن این باید زندانشو بره و شلاقشو بخوره. یعنی قوه قضاییه به هر حال میخواد این شلاقه رو به من بزنه. یعنی نمیدونم به کجای افتخاراتشون میخواد اینو آویزون کنه که مثلا ما فلان نویسنده رو با شلاق زدیم. و خیلی خیلی فرق میکنه، ولی خیلی من متاسف میشم. من میبینم ما یک انرژی بالا، یک قدرت خوب داریم، میایم اینجا و عوضش میکنیم و به بادش میدیم. این چیزها رو من شاید دیدم که اومدم فکر کردم خودم رو ادامه بدم. یعنی اومدم همین حد، همینی که دارم، این توان منه، با این شروع میکنم. یعنی همیشه فکر میکنم، من به دخترای خودم همیشه درس میدم، میگم با اون چیزی که داریم میتونیم بهترین رو بپزیم. حالا اون چیز میتونه لوبیای خالی باشه، ولی برای پختن یک لوبیای خالی به نظر من یک کم آب لیمو و یک کم روغن زیتون تأثیر داره. یعنی که تو چجوری با چه تکنیکی اینو کار بکنی. منم با درک خودم، با تجربه خودم اومدم این چیزی رو که بلد بودم ساختم و شروع کردم پاش بایستادم. ولی خب خیلی سخته، خیلی سخت. گاهی اوقات صبح که از خواب پا میشم ساعتها طول میکشه، چند ساعتی طول میکشه تا خودم رو بتونم با خودم تطابق بدم، و برام دشواره که اصلا ادامه بدم. ولی چند ساعتی که میگذره به خودم مسلط میشم، دوباره شروع میکنم. در گفتگویی که با آقای یدالله رویایی داشتم، ایشون اشاره میکرد که طی این 30 سال که چنین مهاجرتی رخ داده برای قشر وسیع از ایرانیان، نتایج بسیار مثبتی نداشته. در چارچوب ادبیات ایشون اشاره میکرد و اشاره میکنه ایشون به اینکه کشورهای دیگه مثل یوگسلاو، حتی به ترکیه، به هر دلیلی که ایشون داره، طی این مهاجرتی که به کشورهای خارج کردن نتایج خیلی بیشتری گرفتن، یعنی یک فراورده های بیشتری رو ارائه دادن به جامعه خودشون. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ من البته خود رویایی رو یکی از آدمهایی میدونم که در تبعید رو به درخشش داشته. یعنی در مهاجرت، ایشون تبعیدی نیست، ایشون مهاجرت کرده و رو به درخشش داشته، درخشیده، کارهای بسیار زیبا کرده. خودش یکی از همین نمونه های مثالی منه. و چون خودم رو میزم کار دارم، دستم پره، این رو باور ندارم.
این رو باور ندارم که ما چیز نداشتیم. ما یه تفاوت داریم که مثلا میلان کوندرا رو مثال میزنن، خب این آدم رفته تو فرانسه، بعد توی جهانی که اینا جهانشون اروپاست، من جهانم ایرانه، اینا به هر حال رابطه مردمشون با همدیگه جوری دیگریست، حمایت هایی که به همدیگه میکنن جوری دیگریست. و یک چیزی رو بهتون بگم که خیلی جالبه، اینجا یک نویسندهی به نام یاشار کمال که همه میشناسیم میاد برلین، یه خونه یه آقایی که فروشگاه های بقالی زنجیره‌ای داره، از این فروشگاه سوپرمارکت های ترکی زنجیره‌ای. این آدم بی سواده، این ترکه بی سواده. یاشار کمال میره خونه این و میبینه توی این قفسه ها پر از کتاب های یاشار کماله، به آلمانی، ترکی، همینجوری پر، مثلا هر کتاب 50 تا 100 تا همینجوری چیده. بعد میگه این که سواد نداره که، میگن چجوری پس کتاب منه، این کتاب خونه را از کجا آورده، درست کرده، برای چی کرده؟ میگه خودش بپرس. طرف که میاد میگه که ماجرا چیه؟ میگه ببین من اینجا دارم پول در میارم، تو هم نویسنده مملکت منی، بیمه که بهت پول نمیده که، تو باید حمایت بشی. من به جای اینکه مهمونی میرم شراب ببرم برای کسی، کتابای تو رو میبرم، از تو من باید. ببین اون ملت ترکیه که نویسندش اورهان پاموک میره جایزه نوبل میگیره، پشتش اینا وایستادن، من پشت سرم فرای پهلوی وایستاده که نیستاده، ولی وایستاده پشت سر منه، یعنی به هر حال حضور داره، پشت سر من فرای پهلوی حضور داره. نمونه هاش زیادن، یعنی آدم هایی که من میگم من مطمئنم همینجا در اروپا ادبیات، ما اصلا ادبیات تبعید داریم در اروپا و آمریکا، یعنی یک شاخه ادبی ما شکفته شده، کارهای بسیار زیبا نوشته شده، فقط چشم بصیرت نداشتیم ببینیم اینا رو، یعنی دقت نکردیم. من فکر میکنم خب باز یه تفاوتی با کشورهای دیگه داریم، ما هر آدمی از هر کشوری وقتی میره سفر دچار مشکلی میشه، کیفشو میزنم میره سفارتش، ما از سفارتمون میگریزیم، میدونید این رابطه ها قطعه. من از ایرانی میام که رفیق من به خاطر شعر با طناب خفه شده، یا به خاطر فعال کردن کانون نویسندگان با طناب خفه شده، من به خاطر نوشتن به شلاق و زندان محکوم شدم، من تو این رژیم دارم، من خواستگاه من اینه، خواستگاه یه آدمی مثل میلان کوندرا یه همچین رژیمی نیست. پس این تفاوت‌ها رو هم ببینیم، با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، شما تو همون شهر خودتون آدم‌هایی رو دارین که کارهای بسیار خوب کردن. من هر وقت فرصت شد میتونم نمونه، یعنی مورد به مورد بهتون نشون بدم که کارهایی در سطح استاندارد جهانی انجام شد. بله خب در حد امکان و در حد ممکن قبوله. به هر حال مهاجرت رو شما اینگونه توصیف میکنید که کاربردی داشته و باز رو به جلو میره. مهاجرت رو به جلو داره و تبعید به نظر من یک ورود به یک تونله. آدم وقتی وارد تونل میشه نمیدونه چه چیزی در انتظارشه، آیا اصلا این تونل پایان داره، آیا به روشنایی باز میشه، نمیدونه آدم. خب ولی شما اینطور نگاه بکنید، 30 سال قبل در ایران انقلابی رخ داد، به هر حال یه قشر وسیعی از ملت به خیابان اومد، بحثی درش نیست که کاش نمیداد. بله مثل دیوار برلین که من امروز دیدم، یکی از دوستان نویسنده آلمانی رو میگفت کاش این دیوار میشد دوباره سر جاش گذاشت. به هر حال این اتفاق رخ داده، اتفاقی است تاریخی با قشر وسیعی از مردم ما سر کار داشته. چیزی که هست اینجا این قشر چند میلیونی که کشور رو ترک کردن، به هر حال نمیخوام بگم همشون از نخبگان بودن، یک قشر وسیع از اینها از نخبگان، نویسندگان، روشنفکران کشور ما بوده که اگر در کشور میماندن بدون شک تأثیر در روی رژیم و کشور خودشون داشتن. این دگرگونی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی یه 3-4 میلیونی، من میخوام عرض کنم اون 5-6 میلیون 7 میلیونی که بعضیا میگن قبول ندارم چون دستم در آمار هست، ولی این 3-4 میلیونی که به خارج آمده، آیا میبایستی که اینها رو هدر رفته به حساب آورد؟ یا مثلا یه چیزی حدود 5% 2% در جامعه ما تأثیر گذاشتن؟
نمیدونم، من شاید مثلا تصویرشو تو رمان فریدون سپهسر داشت اینجوری دیدم که انگار مشت کردن تو ستاره ها، اینجوری پخش کردن تو این شب تیره. من دلم میخواد یه ترازوی شما برای این کار در نظر بگیرید، چون این دو تا مثالی که زدید مثل مثالای آقای رویایی است، به هر حال حجمی نداره که من بتونم باهاش چیزی شروع کنم. ولی واقعا خب یه قشر گسترده مهاجرت کرده. آره، ولی خب اینو ببینین که یک بخشش تبعیدی هست، یک بخشش هم مهاجرت کرده، در مجموع اون چیزی رو که حق ما بوده ادا نشده. یعنی من فکر کنم خیلی جای کار داریم، برای اینکه رابطه هامون قطعه. مثلا رابطه مطبوعات ما با سرمایه‌دارهای ما قطعه. مثلا به عنوان نمونه شما تلویزیون را میندازید، تلویزیونی که را میندازید این باید حمایت بشه. خب با تمام تاریخ که نگاه میکنین، ادبیات، شعر و چیزی که جامعه رو از نظر فرهنگی تغذیه میکنه باید حمایت بشه. وقتی حمایت مردمی پشتش نباشه، خب این خود به خود شما مزمحل میشی، شما داغون میشی، شما فرو میریزی. این طبیعیه. مثلا فرض کن یه الان همین الان اتفاق افتاده، رادیو زمانه را افتاده توی هلند، 2 ساله داره شروع میکنه به کار کردن. پارلمان هلند گفته من بهتون این بودجه رو میدم، ولی این بودجه مادام العمر نیست، من اینو بهتون میدم، سال بعد هی کم میکنه، ای کم میکنه، هر 6 ماه داره کم میکنه. و خب من چون الان توی این ماجرا هستم دارم میبینم، میگه خب شما باید برین پول سازی کنین، شما برین اصلا نشون بدین این ملتی که شما مرتب دارین میگین که این مثلا 2 میلیون شنونده و بیننده داره، اینا اصلا حمایت میکنن؟ اصلا اینا حاضرن نفری 10 اورو به شما بدن؟ میدونید وقتی یه همچین چیزی نیست، اگر به شما حمایتی دارید، بیایید ما بهتون یه بودجه دیگه میدیم. ولی اگه حمایتتون قطع میشه، نشون میده که شما در واقع حمایتی ندارید، چون عملا چیزی نمیتونید داره من بیارید. از مسئله ما مسئله فرهنگی است، از مسئله قطع بودن حمایت فرهنگی کم دارید، قطع بودن رابطه یعنی چیزهای کمپانی‌های بزرگ و پولساز و چیزهای اقتصادی با ادبیات. درسته که یه آدم مثلا ثروتمند میره 4 تا شعر فروغ فرخزاد رو میخره میخونه، ولی آیا سرنوشت فروغ فرخزاد براش مهم نیست؟ اصلا آیا تو این جامعه اگر فروغ فرخزادی بخواد شکفته بشه این براش اهمیت نداره؟ حتما داره. من فقط میدونم که این رابطه قطعه، این رابطه با هم قطع شده است و همین باعث شده که بالانس نمیشه، تعادل برقرار نیست. برای همین هر کدوم توی گوشه‌ای داریم سوسو میزنیم، هستیم دیگه، سوسو میزنیم و زندگی میکنیم. ببینید بنیادهای مختلفی، انجمنهای بسیار مختلفی در شهرهای اروپا و آمریکا وجود داره، ولی اینها با هم هماهنگ نیستن. میبایستی یک نیروی اینجا به وجود میامد که اینها رو با هم هماهنگ میکرد، همگام میکرد. فکر نمیکنید که ما نیاز به یک چنین موقعیتی داریم یک مقدار گسترده تر پا به جلو بگذاریم؟ بد نیست. من فکر کنم مثلا شاید به عهده برخی مطبوعات باشه یا برخی چهره ها باشه که یک ارگانیزیشن یه چیزی درست کنن، نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت، ولی به هر حال یک بنیانی درست کنن که اونجا بتونن سبک سنگین کنن، بتونن رابطه ها رو به هم وصل کنن. ما فقط بزرگترین مشکل ما اینه که قطعیم، و بزرگترین تلاش رژیم جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اینه که رابطه ها رو قطع کنه. اگر دقت کرده باشین، رابطه ما رو داره با تاریخ، یعنی مردم ما رو با تاریخ قطع میکنه. درست. یعنی شما تو کتابای تاریخی یواش یواش میبینین ساسانیان یا هخامنشیان، چیزی نمیبینین یواش یواش. این قطع کردن تاریخی، این که تو ریشه ها تو قطع بکنن، یک باره میای توی جامعه و بعد وصل میشی به یه چیز دیگه ای. اول قطعت میکنه، بعد وصلت میکنه به یه جای دیگه. ما بزرگترین مسئله ای که از دید من الان وجود داره، ما باید به هم وصل بشیم. حالا این وصل شدن خیلی ها از طریق چیزهای سیاسی میبینن، من فکر میکنم غلطه. حتی گروه های سیاسی هم از راه فرهنگی میتونن به هم وصل بشن. یعنی مثلا روز جهانی درختکاری، همه میتونن با هم وصل بشن که بگن خب ما با هر عقیده و هر اندیشه ای به احترام مثلا زرتشت یک دونه درخت بکاریم. این خیلی زیبا میشه. یعنی آدم میاد میگه خیلی خب، پس من با شما یک حرف مشترک دارم.
میدونین، چون ممکنه الان سلیقه های من شما متفاوت باشه، شما آبی رو دوست داشته باشین، من سبز، ولی توی درختکاری فکر نمی کنم کسی با هم اختلاف سلیقه داشته باشه. یعنی این نکته ها رو باید پیدا کرد، این نکته ها رو قوت رو پیدا کرد و به هم چسبون. ما یک پازل زیبایی هستیم که خیلی چیزا داریم، خیلی دارایی ها داریم، ولی این پازل حتی توی یه جعبه هم نیست، پخش شده تو این برانور خونه. باید اینا رو پیدا کنیم، بیاریم به هم بچسبونیم، ببینیم که تصویر زیبایی میده. بله، شاید همون چیزیست که نامش تو فرهنگ مهاجرت مینامم و ما با اون خیلی فاصله داریم. البته اینم باید در نظر گرفت آقای معروفی که یک چنین مهاجرتی برای قشر چند میلیونی پس از 80-90 سال رخ داده و آمادگی کامل نداشتن برای این کار، چون انقلاب هم موقعی که رخ داد کسی این دگرگونی بزرگ رو نمیتونست پیشبینی کنه، همونطور که خود رژیم هم نمیتونست پیشبینی کنه به این راحتی بتونه حکومت رو به دست بگیره. و این قشری هم که مهاجرت کردن همین حالت رو داره، تجربه کمی داریم. ما میبینیم که اقلیت‌های دیگر ایرانی مثل یهودیان ما و ارامنه خیلی بهتر خودشون رو در غربت پیدا کردن، به خاطر اینکه این تجربه رو در گذشته هم داشتن. به هر حال میبایستی یک راه نجاتی این وسط پیدا کرد تا ما هم صاحب تجربه بشیم، درسته؟ آره، اونا هم ببینید اومدن رسیدن بچه اشتراکشون رو پیدا کردن، اینکه گفت من ارمنی هم تو هم ارمنی هستی سلام، میدونی؟ بعد رفتن وقتی به هم سلام کردن، رفتن گام دوم، گام دهم، گام‌های بعدی. من حرفم همش اینه که ما اصلا به هم سلام نمیتونیم بکنیم، اصلا میگریزیم، اصلا همدیگر رو نمیشناسیم. یعنی من یه جایی میبینم خب فلان آدم درخشیده و تونسته ثروت هنگفتی رو فراهم بکنه، خب این آدم خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی راه‌ها هست. یعنی بسیاری از اینا برای اینکه این پول مالیات رو به دولت مثلا که اصلا ندن، میتونن در راه دیگه‌ای مصرف کنن، در واقع درخت بکارن باهاش و جهان رو سبزتر و زیباتر بکنن. من فقط میگم ما چون همون وجه اشتراک رو نداریم، باید بگردیم اونو پیدا کنیم و کاش یک ارگانیزیشن اینجوری درست بشه. یعنی یک جایی باز هم من فکر میکنم، چون از خانم فرح پهلوی صحبت کردم، فرح پهلوی میتونه این کارو بکنه. بله، منم در ایشون یک چنین چیزی رو میبینم. حالا به چه دلیل ایشون همچین اقدامی رو نکرده من نمیدونم، لابد دلایل خودشون رو دارن. به هر حال من یک سوال دیگه دارم در این ارتباط. شما ریشه این نابسامانی رو در چه چیزی میبینید؟ ببینید ما گرد دنیا آمدیم حدود 3-4 میلیون و افراد فرهیخته، روشنفکر، حرفه‌ای در بین ایرانیان بسیار زیاده، دستشون به دهانشون خیلی هاشون خوب میرسه، ولی این فرهنگ رو نداریم. برای این یک ریشه یابی میخواد، چرا ما چنین افکاری داریم؟ چرا ما به هم سلام نمی کنیم؟ همونطور که شما اشاره کردید به ارامنه ما، ریشه این جریان رو در کجا میتونیم پیدا کنیم؟ من نمیدونم، شاید در گذشته به ما نیاموختن مثلا یک بخشش آموزش هست، یک بخشش هم من فکر کنم یک جایی فره ایزدی ما رفته، از بین رفته. یعنی این چیزی که روی سر ملت ما بوده برداشته شده. الان شما می‌بینین قطر، ابوظبی، دبی با سرعت دارن رشد میکنن، زیبا میشن، خودشونو میسازن، تو ورزش، تو المپیک، تو هر جا می‌بینی همه ملت‌ها میدرخشن و ما هی داریم بدبختر و بیچاره‌تر و عقب افتاده‌تر میشیم. نمیدونم، همش برمیگردم به یه جمله‌ای که توی رمان قدیمی من هست، رمان ذوب شده که 26 سال پیش من این نوشتم و هیچ وقت اجازه انتشار نگرفته. رمان در زندان اوین رخ میده. توی اون میگه ما یک جایی یک چیزی رو از دست دادیم، فره ایزدی ما از ما برداشته شده. یعنی کشوری که مثلا پیام کوروش خیلی روشنه، میگه که خداوند، از تازه جملهش هم دعایی نیست که خداوندا، میگه خداوند ایرانیان را از 3 چیز مصون بدارد: دروغ، خشکسالی و جنگ. و این 3 تا اومده شده همه چیز مملکت ما. مملکت ما شده پر دروغ. یک آدمی میخواد وزیر بشه، به دروغ میاد میگه من دکترم،
اصلا با دروغ شروع کرده، با دروغ حقوق گرفته، تمام لقمه هایی رو که تو خونشه ما همش با دروغ رفته. واسه فقط این یکی افشا شده، این یکی افشا شده به قول شما. یعنی این لقمه هایی که با دروغ رفته توی خون و توی رگ های تو چجوری میتونی راست بیستی؟ اجازه دهید به ادامه این گفتگو با عباس معروفی در هفته آینده بپردازیم. در اینجا مانند هفته های گذشته گذری میزنیم به سال اول کوچه ایرانیان به شهر لس آنجلس. اگر خاک من از دست بره جایی ندارم، دل موندن برمان دیگار ندارم. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. بد نیست بدانید که در ماهای آغازین مهاجرت بزرگ در تنها کاباره شهر لس آنجلس خوانندگانی که فعالیتشان را آغاز کرده بودند بی سر و سامان و خیلی ابتدایی به کار مشغول شدند، چون در آن زمان نه ترانه‌سرایی بود و نه آهنگسازی. از ترانه‌سرایان ایرج جنتی عطایی در انگلیس بود و اردلان سرفراز هم به آلمان پناه آورده بود. شهریار غنبری هم کارمند دفتر تبلیغات دکتر بختیار در پاریس بود که 6-7 سالی با چند تن دیگر در آن دفتر کار می‌کردند. به هر حال در لس آنجلس هنوز آمادگی ساخت موسیقی فراهم نبود که این امر یک سالی طول کشید تا تلویزیون ایرانیان به روی آنتن رفت و هجوم جمعیت به این شهر فزونی گرفت. در آن روزها خواننده‌ها بیشتر آهنگ‌های فرنگی می‌خواندند. اما ویگن که 2 سالی بود به آمریکا مهاجرت کرده بود و شانس داشتن برادری چون کارو را داشت، اولین ترانه خودش را در اینجا اجرا کرد. بسیار غم انگیز که نمودار احساس ایرانیان تازه مهاجری بود که به این سر دنیا پناه آورده بودند. من از تنهایش با لبریزم رو بی سرد و غمگینم پاییزم. من از تنهایش با لبریزم رو بی سرد و غمگینم پاییزم. دلم دل نیست، دریا نیست، مرداب است که موجی هم سراغش را نمیگیرد، که نوری هم به رخسارش نمیتابد. نه شوق زیستن دارد نه میمیرد. تو دریا مرا در خیش پنهان کن، به موجی یا مرا امروز مهمان کن. دلم دل نیست، دریا نیست، مرداب است، مرا چون موج دریایی خروشان کن. ویگن 10 سال قبل در چنین روزهایی در لس آنجلس فوت کرد. ما در هفته آینده در کنار گفتگو با نویسندگان مهاجر به پا گرفتن موسیقی مترنم در این شهر نیز خواهیم پرداخت.
برنامه کوچه ایرانیان را یک شنبه ها با ما دنبال کنید تا با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.